همکارم مایکل لیپین خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا برای جزئیات بیشتر در زمینه مصاحبه برایان هوک در استودیو امر ماست. مایکل، بعد از در واقع اعلام برایان هوک درباره چاپ نقشه‌های جدید، باید منتظر چه اقدامی باشیم؟ خب خیلی ممنونم افشار. تغییر دادن نقشه های ایالات متحده خب یه رونده که نیازمند نیروی انسانی تا بتونن گرافیکا طرح های گرافیکی رو تغییر بدن و اونا رو در اینترنت منتشر کنن. همینطور هزینه های خیلی زیادی هم داره برای اینکه چاپ مجدد میخواد نقشه های ایالات متحده که در جاهای مختلف جهان چاپ شدن و نصب شدن. همونطوری که شنیدیم برایان هوک در مصاحبهش گفت که ایالات متحده نقشه های جدید رو به محض آماده شدن منتشر میکنه، ولی ما دقیقاً نمیدونیم کیه. در حال حاضر نقشه که در تارنمای وزارت خارجه منتشر شده هنوز خیلی جالبه، چون هنوز بلندی های جولان رو به عنوان بخشی از سوریه نشون میده و به عنوان مناطق تحت اشغال اسرائیل نام میبره. من مرتب این تارنما رو میبینم تا ببینم تغییری که اتفاق میفته. اما یه بخش دیگه هم از که کنگره در رابطه با تصمیم پرزیدنت ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن بلندی های جولان چه اقدامی میکنه و واکنش دولت در این ارتباط چه خواهد بود؟ جمهوری خواهان، نمایندگان جمهوری خواه یک لایحه‌ای رو دارن ماه قبل به ارائه کردن که در واقع رسمیت شناختن مالکیت اسرائیل بر بلندی های جولان توسط پرزیدنت ترامپ رو قانون میکنه و اینا میخوان این کارو بکنن، این قانون تبدیل بکنن تا مطمئن بشن رئیس جمهوری های آینده نمیان تصمیم پرزیدنت ترامپ رو عوض بکنن. من از وزارت خارجه پرسیدم که اونها چی فکر میکنن، نظرشون رو جویا شدم. اونها گفتن نیاز نیست اصلا کنگره بیاد یه قانون تایید بکنه، تصویب بکنه برای اینکه اثرگذاری بکنه، مؤثر بکنه، چون پرزیدنت هستش، رئیس جمهور هستش که قدرت تعیین خط مشی سیاست خارجی داره و گفتش که هنوز موضعی در قبال این لایحه اتخاذ نکرده. هنوز هیچ دموکراتی تا حالا از برای حمایت از این اقدامات موافقت نکرده و این قانون برای تصویب شدن در مجلس نمایندگان نیازمند حمایت چشمگیر دموکرات‌ها، چون اونا دموکرات‌ها اکثریت اون رو دارن و حالا اگه رأی‌گیری بر سر قانون جدی‌تر بشه یا نزدیک‌تر بشه به اون زمان، ما شاهد موضع‌گیری دولت پرزیدنت ترامپ شاید باشیم. حالا در مصاحبه براین هوک با صدای آمریکا، آقای هوک همینطور در مورد تحریم‌های ایالات متحده در مورد ایران، در علیه ایران و همینطور تحریم‌های آینده صحبت کرد. گزارش ما رو در این مورد ببینید.